محکومیت بین المللی حمله به زندانیان سیاسی زندان اوین و گسترش موج همبستگی با زندانیان اعتصابی. وزارت خارجه آمریکا نگرانی شدید خود را نسبت به یورش مزدوران رژیم به بند 350 زندان اوین ابراز داشت. به گزارش وال استریت ژورنال، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده نسبت به گزارش‌های متعدد درباره حمله هفته گذشته به بند زندانیان سیاسی زندان اوین تهران به شدت نگران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار حسابرسی از عاملان حملات به زندانیان سیاسی شد. وال استریت ژورنال همچنین نوشت کمتر از یک سال بعد از اینکه حسن روحانی با شعار تغییر روی کار آمد، خشم عمومی علیه دولت او در حال جوشش است. بسیاری از مردم در هفته‌های اخیر علیه نپرداختن دولت او به مشکلات داخلی کشور اعتراض کردند. مراب، جنبش علیه نجات پرستی و برای دوستی بین خلق‌ها، با صدور اطلاعیه اعلام کرد مراب سرکوب فزاینده مخالفان سیاسی ایرانی و همچنین اقلیت‌های قومی توسط رژیم ایران را محکوم می‌کند، در حالی که در 3 ماه اول امسال بیش از 200 نفر اعدام شده اند. اخیراً گزارشگر ویژه ملل متحد درباره ایران و نیز گزارشگر ویژه ملل متحد درباره اعدام‌های خودسرانه و کمیساریای عالی حقوق بشر از تعداد زیاد زندانیان اعدام شده در ایران اظهار حیرت کردند. سازمان مراب استفاده بی‌رویه از قوه قهریه توسط زندانبانان در زندان اوین علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند. به دنبال این خشونت ها، زندانیانی که به انفرادی فرستاده شده بودند و نیز زندانیان بند 350 زندان اوین برای بازگشت همبندان خود به بندهای عمومی دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان مراب خواهان روشن شدن حقایق درباره این اعمال است. سازمان مراب همچنین با تأکید خواستار توقف اعدام ها به ویژه اعدام افراد خردسال می باشد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران: وضعیت وخیم جسمی زندانیان سیاسی مجروح و مصوم اوین در دومین هفته اعتصاب قضا. مقاومت ایران نسبت به وضعیت جسمی زندانیان سیاسی اوین که به سلول های انفرادی منتقل شده اند هشدار داده و بر ضرورت یک اقدام عاجل بین المللی برای نجات جان آنها تاکید می کند. آنها به خاطر جراحت های وارده در اثر ضرب و شتم وحشیانه پاسداران و اطلاعاتی ها و پس از 10 روز اعتصاب قضا در شرایط وخیمی به سر می برند و دشخیمان از هر گونه رسیدگی درمانی به این زندانیان و اطلاع رسانی در مورد آنها سر باز می زنند. غلامرضا خسروی سوادجانی در یورش 28 فروردین به شدت مضروب شد. عینک او را روی صورتش شکستند، از ناحیه سر آسیب دیده، خونریزی شدید داشته، گوش راست او دچار پارگی شده است و سراسر بدن او کبود است. جواد فولادمند از ناحیه سر، پای چپ و چشم راست آسیب دیده و دچار خونریزی شده است. در تمام بدن وی آثار ضرب و جرح دیده می شود. رضا اکبری منفرد دچار شکستگی در ناحیه سر شده است. محمد صدیق کبودوند که از بیماری قلبی رنج می برد از ناحیه دست و دنده آسیب دیده است.
سمکو خلقتی دچار شکستگی دست شده و از ناحیه گردن آسیب دیده است. سهیل بابادی دچار آسیب دیدگی در مچ دست و کبودی شدید بدن است. بهنام ابراهیمزاده، سعید متینپور، محمد امین هادوی، بهزاد عربگل، محمد شجاعی از دیگر زندانیان انتقالی به سلولهای انفرادی هستند که به خاطر مجروح و مصدوم بودن و همچنین اعتصاب غذا نیاز به رسیدگی های پزشکی دارند. این وضعیت به زندانیانی که در سلول انفرادی به سر میبرند محدود نمی شود. شماری از مجروحان و مصدومان که در بند 350 به سر میبرند نیز نیاز مبرم به معالجه و مداوا دارند. آنها نیز در دومین هفته اعتصاب غذای خود به سر میبرند. اسدالله عادی که به تازگی از عمل جراحی قلب از بیمارستان به زندان منتقل شده بود، پس از حمله و انتقال به انفرادی در وضعیت بحرانی قرار گرفت، به نحوی که به ناچار او را به بند عمومی بازگرداندند. اما به رغم وخامت حال این زندانی سالمند، از انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند. حسین رونقی که در اثر شکنجه دچار انواع بیماری ها از جمله عفونت کلیه است، در جریان حمله از ناحیه سر و دست آسیب دیده است. وضعیت کلیه وی پس از این یورش و شرایط سلول انفرادی رو به وخامت گذاشت و دچار تب شدید شد. اما او را صرفاً به بهداری زندان اوین منتقل کرده و از رسیدگی های ضروری به وی خودداری می کنند. از سرنوشت امید بهروزی، وکیل دراویش گنابادی که بر اثر پارگی رگ دست و خونریزی شدید در شرایط وخیمی قرار داشت و اسماعیل برزگری که در این یورش وحشیانه دچار شکستگی دنده ها شده، اطلاعی در دست نیست. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد و عموم ارگانهای زیربط را به اقدام فوری برای بازگرداندن همه زندانیان از سلولهای انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشکان و در بیمارستانهای مورد قبول زندانیان و خانواده‌هایشان و تحقیقات مستقل بین المللی درباره یورش وحشیانه به زندان اوین فرا خواند و خواستار بازدید منظم و مستمر کمیته بین المللی صلیب سرخ از زندانها، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت ملل متحد و مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران به توقف اعدام و شکنجه و اجرای قطعنامه‌های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران شد. 5 تن دیگر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به جمع اعتصاب غذا کنندگان این بند پیوستند. آنها در بیانیه‌ای که برای آغاز اعتصابشان منتشر کردند نوشتند: به نشانه اعتراض به موج تکذیب و تهدید و تشویق، ما جمعی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به دوستان اعتصاب کننده خود در این بند و سایر زندان‌ها می‌پیوندیم تا صدای مظلومیت خیش را رساتر به گوش وجدان‌های بیدار برسانیم. به دنبال فشارهای داخلی و بین المللی، رژیم زندانی سیاسی مهرداد آهنخواه را از انفرادی بند 240 زندان اوین به بند 350 برگرداند. این زندانی در حالی وارد بند شد که سر او به شدت آسیب دیده و باند پیچی شده بود. وی به همراه غلامرضا خسروی، رضا اکبری منفرد و ابوالقاسم فولادوند به دلیل مقاومت در سلول‌های انفرادی به شدت مورد شکنجه مزدوران اطلاعات قرار گرفته بود. همزمان رژیم آخوندی در وحشت از گسترش حرکت‌های اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی، اقدامات امنیتی گسترده‌ای را به اجرا گذاشته است. روز شنبه مزدوران بسیجی، لباس شخصی و انتظامی رژیم با حضور گسترده در محدوده خیابان 15 خرداد نزدیک دادسرای کل ارتجاع به کنترل آبران می پرداختند. ماموران رژیم به مردم به هنگام درآوردن تلفن موبایل تهاجم کرده، آن را از دستشان می رو بودند یا پرتاب می کردند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون درباره همبستگی مردمی با زندانیان سیاسی که دشخیمان اوین به اجبار موهای آنها را تراشیده بودند نوشت: در روزهای اخیر معترضان ایرانی در همبستگی با زندانیان بند 350 زندان اوین و به عنوان یک حرکت مقابل جویانه اقدام به تراشیدن موهای سر خود می کنند. یک دبیر بازنشسته در صفحه فیسبوک خود نوشت که برای حمایت از زندانیان مظلوم اوین و با درود به زندانیان سیاسی که در تاریخ 28 فروردین مورد ضرب و شتم جلادان حاکمیت قرار گرفتند دست به این کار زده است.